شهرت دنیای پیچیده است که در عین لذت بخش بودن دشواری های خاص خودش را دارد. هنرمندان و سلبریتی ها از مشکلات دنیای شهرت بیش از همه برخوردار می شوند و زندگیشان زیر ذره بین هواداران و مخالفانشان قرار می گیرد. زندگی شخصی هنرمندان و چهره های سرشناس همواره برای هوادارانشان جذاب است و مخالفانشان از همین بخش برای زمین زدن آنها استفاده می کنند. یکی از مورد توجه ترین مسائل درباره سلبریتی ها ماجرای ازدواج و جدایی آنهاست که در صورت عدم مدیریت صحیح می تواند حواشی زیادی ایجاد کند. رضا شفیعی جم در سال 1351 از پدری تهرانی و مادری کرمانشاهی در تهران متولد شد. او بازیگر سینما و تلویزیون ایرانی است. فعالیت در تئاتر را از سال 64 آغاز کرد و از سال 71 با بازی در مجموعه ساعت خوش ساخته مهران مدیری وارد عرصه بازیگری تلویزیون شد و به شهرت رسید. پس از آن در بیشتر مجموعه های طنز خوش درخشید. مشهورترین و به یاد ماندنی ترین نقش او بامشاد در مجموعه نقطه چین به کارگردانی مهران مدیری است. نقطه چین نام سریالی تلویزیونی است که در سالهای 82 و 83 به صورت روزانه از شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شد. این فیلم به کارگردانی مهران مدیری و بازی خاطره انگیز رضا شفیعی جم به یکی از بهترین پروژه های طنز تلویزیون تبدیل شده. شروع فعالیت سینمایی رضا شفیعی جم در سال 71 و در فیلم دو همسفر اصغر هاشمی بود. فیلم دو همسفر به کارگردانی اصغر هاشمی، نویسندگی اصغر هاشمی و فریدون جیرانی و تهیه کنندگی علی اکبر مزینانی و اصغر هاشمی ساخته سال 1371 است. این فیلم در خرداد 72 بر روی پرده سینما رفت. رضا شفیعی جم یکی از چهره هایی است که ماجرای جدایی از همسرش با حواشی زیادی برای او همراه بود و زندگی شخصی او زیر ذره بین نگاه هواداران و مخالفانش رفت. برنامه شام ایرانی به کارگردانی بیژن بیرنگ و سروش صحت سال 93 با حضور هنرمندان به صورت یک مسابقه برگزار شد. در شبی که رضا شفیعی جم به عنوان میزبان پذیرای دوستانش بود، ماجرای جداییش را مطرح کرد و این شروع ماجرا بود. برنامه شام ایرانی با حضور محمد رضا هدایتی، محمد رضا شریفی نیا، برزو ارجمند و میزبانی رضا شفیعی جم در حالی برگزار شد که صحبت‌های آقای بازیگر برایش دردسرساز شد. رضا شفیعی جم در این برنامه به ماجرای جدایی از همسرش اشاره کرد و گفت: پول زحمت 20 ساله ام را برای 6 ماه زندگی از دست دادم و مجبور شدم برای پرداخت مهریه همسرم خانه ام را بفروشم. این صحبت های رضا شفیعی جم بعد از پخش این قسمت از برنامه شام ایرانی حسابی جنجالی شد و هر روز حواشی جدیدی برای آقای بازیگر رقم زد. ویدیویی از بخش این صحبت‌های رضا شفیعی جم در فضای مجازی و سایت‌ها منتشر شد و صدای اعتراض آقای بازیگر را بلند کرد. ماجرای جدایی رضا شفیعی جم به همینجا ختم نشد و فضای مجازی بیشتر روی این موضوع مانور داد. دردسر جدایی رضا شفیعی جم و صحبت‌هایی که در شام ایرانی مطرح کرد بعد از مدتی ماجرای ازدواج و جدایی او و ماهایا پتروسیان را شکل داد و باعث عصبانیت خانم بازیگر شد. ماهایا پتروسیان با انتشار پستی در اینستاگرامش به این ماجرا واکنش نشان داد و عکسی از همسر سابق را به اشتراک گذاشت و به این شایعه خاتمه داد.
رضا شفیعی جم بعد از سالها در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره ماجرای جداییش صحبت کرد و از مطرح شدن این موضوع بدون اجازه خودش گله کرد. رضا شفیعی جم روی آنتن برنامه زنده تلویزیون به ویدیویی که از شام ایرانی پخش شد اشاره کرد و گفت: من خواستم که این بخش از صحبت‌های من از برنامه حذف شود، اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد و زندگی شخصی من روی بیلبورد قرار گرفت. مسئله ازدواج و جدایی من بدون اجازه روی بیلبورد است. این کار قشنگی نیست. البته برای من نه، بیشتر برای طرف مقابل. من بازیگرم و بازیگری کارم است و این کارها خوب نیست. آن بخش از مصاحبه من هم قرار بود از برنامه حذف شود، اما کم لطفی کردند و حذف نشد. عیبی ندارد، اما ای کاش ادامه ندهند. رضا شفیعی جم روی آنتن برنامه زنده تلویزیون از حاشیه سازان انتقاد کرد و به ماجرای ازدواج با ماهیا پتروسیان که فضای مجازی باعث شکل‌گیری آن شده بود اشاره کرد و گفت: خانم ماهیا پتروسیان به من زنگ زد و خیلی ناراحت بود. می گفت به من زنگ می زنند و می گویند تو شفیعی جم رو در زندگی مشترک اذیت کرده ای، ولی ما که اصلا زن و شوهر نبودیم و شاید نقشش رو بازی کردیم، اما مردم اشتباه گرفتند. حاشیه بخش جدایی ناپذیر زندگی هنرمندان و چهره های مشهور است، اما بازی کردن با سرنوشت، آینده و اعتبار آدم ها کاری غیر اخلاقی است و همواره سلبریتی ها را دچار دردسرهای جبران ناپذیر کرده است. رضا شفیعی جم در بخش پایانی صحبت‌هایش در برنامه فرمول یک به ماجرای شایع سازی و ایجاد حاشیه برای هنرمندان اشاره کرد و گفت: من راضی به این شرایط نیستم و دوست دارم مردم پیگیر کارها و هنرم باشند. اگر حاشیه می‌خواهید، من خودم می‌آیم و همه چیز را می‌گویم. ما این همه گریم و نویسندگی می‌کنیم تا لایه‌های زیبایی از انسان را نشان بدهیم، تا مردم دچار افسردگی نشوند. اما این حواشی جز بار منفی و افسردگی چیزی ندارد. رضا شفیعی جم کار هنری را با نقاشی و کشیدن تابلو از چهره شروع کرد و از دوران مدرسه تقلید صدا می کرد و همین زمینه کاری هنری او برای آینده را فراهم کرد. در دوران سربازی در مهد کودک وابسته به سپاه معلم نقاشی بود، اما مدتی بعد به علت پرکار بودن تیروئید و مشکلات سخت بیماری از خدمت معاف شد. در سال 70 با معرفی رضا عطاران وارد گروه بازیگران مجموعه ساعت خوش مهران مدیری شد و علاوه بر بازیگری نویسندگی بخشی از کار را نیز بر عهده گرفت. رضا شفیعی جم کلن ماشین ندارد و اصلا تا به حال ماشین نداشته، چون گواهی نامه ندارد. او درباره رابطه عجیبش با مهران مدیری میگوید: یک واقعیت را بگویم که من هیچگاه با مهران مدیری رفیق نبودم. معمولا به عنوان یک همکار در کنار ایشان بودم. باور کنین من هنوز نمیدانم خانه ایشان کجاست و شماره تلفنش چند است. اعتراف رضا شفیعی جم پس از پایان خندوانه: سلام به همه عزیزان، میخواستم اعترافی کنم اینکه در طول مسابقات استنداپ از اینکه در کنار استادم علیرضا خمسه که وقتی 18 سالم بود در مدرسه هنر ادبیات 15 جلسه شاگردشون بودم و خیلی چیزها یاد گرفتم در یک صف بیستم و رقابت کنم. البته مسابقه بیشتر نمایش بود، چرا که صدها هنرمند بزرگ داریم که جایشان خالی بود. اما چیزی که فکرم را مشغول کرده کامنت های خیلی از عزیزان بود که برای طرفداری از کمدین محبوبشان هنرمند دیگر را تخریب می کردند بدون در نظر گرفتن پیشینهشان و دائما لفظ سطحی و لودگی را به کار می بردند. همه جای دنیا به تعداد سلیقه ها هنر و هنرمند وجود داره
که امرار معاششون هم از این راهه. خیلی قشنگتره بگیم من خوشم اومد یا خوشم نیومد، چون این فقط یه برنامه و سرگرمی بود و در آخر و پایان در خلوتمون فکر کنیم آیا سنجیده حرف زدیم، نکنه دل کسی رو شکسته باشیم. خلاصه ببخشید، در آخر در این ایام محترم و عزیز به بزرگترمون، پیشکسوتمون حتی یک ماه یک روز احترام بگذاریم. مطمئن باشین جوابشو میگیریم. فداتون بشم. ضمناً من یه موقعهایی تو خودمم و اخممم بابت مشکلات خودمه. نگید خودشو گرفته. کوچیکتون بامشاد قلمراد کیوون برره. رضا شفیعی جم درباره مشکلات طنز امروز تلویزیون که مبتلا به کلیشه ها شده و به هر قیمتی سعی می کند مخاطب را پای تلویزیون نگه دارد گفت: متاسفانه باید بگویم امروز هر کسی به راحتی وارد این حوزه می شود و در میدان سخت ایجاد شادی و نشاط برای جامعه و مردم می آیند و آزمون و خطا می دهند. واقعا میدان طنز جایگاه سرنوشت سازی برای هنرمند است که رقم می خورد و جای آزمون و خطا نیست. این را بدانید که در همه جای دنیا وقتی کاری ضعیف باشد، مخصوصا طنز، عوامل کار را طرد می کنند و خیلی زود آن شخص یا اشخاص هنرمند را از یاد می برند. در سطح سینما و هنر جهانی به کاربلدها بیشتر بها می دهند، اما اینجا همه در طنز می گویند ما می توانیم، ولی چیزی جز کلیشه و رفتارهای دور از شأن انسانی و خانوادگی نمی بینیم. طنز امروز هیچ آموزه‌ای به مخاطب نمی دهد. جایی که قبلا فرهنگ سازی می کرد، امروز حرکت ضد فرهنگی را تعمیق می بخشد. او در پاسخ به این سوال که برخی اوقات حضور جوانان و هنرمندان بدون تجربه در عرصه طنز که مساق بارز آن رقابت خنداننده شست، باعث حجمه عده‌ای می شوند، تصریح کرد: این را بدانید که در گذشته هر کسی نمی توانست وارد عرصه طنز بشود. باید آموزش می دید و دوره ای را می گذراند. اما امروز باعث تأسف است که یک شبه ره 100 ساله را می روند و جلوی تریبون مقدس هنرمندی هرچه می خواهد می گویند، حتی بی ادبی. اما واقعا این نوع رفتارها، رفتارهای یک طناز نیست. همانند خواننده‌ای که می‌بینیم می‌خواهد بدون دانسته‌های نوت موسیقی روی استیج برود و خوانندگی کند. حتما باید آموزش باشد و بدون پرورش و تعلیم همین روزگار فرار می‌رسد. من بارها گفتم و اینجا هم می‌گویم که بودجه و سرمایه‌گذاری باید برای آدم‌های حرفه‌ای باشد.